وقوع آتش سوزی مرگبار در بلخ، افشای جزئیات تکان دهنده اعتراضات فاریاب، رد پای دوستان و ترکیه در عقب اعتراضات فاریاب. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. آتش سوزی در بلخ، دو کودک جان باختند. 8 صبح بلخ. در نتیجه یک آتش سوزی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ، دو کودک جان باختند و یک ساختمان یک رادیو نیز تومه آتش شد. به گفته منابع محلی، این رویداد حوالی ساعت 8 جمعه شب 24 جدی در مرکز تجارتی براد از مربوطات شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ رخ داده است. منابع میگویند ساختمان رادیو رابعه بلخی که ویژه بانوان است نیز در این آتش سوزی به گونه کامل سوخته است. منابع بر روزنامه 8 صبح میگویند که در این آتش سوزی یک تن نیز زخمی شده است. علت این آتش سوزی عارضه تخنیکی در یکی از لاین های برق عنوان شده است. گفتنی است که در این آتش سوزی یک ساختمان 6 طبقه نیز آسیب جدی دیده است. رد پای دوستم و ترکیه در عقب اعتراضات فاریاب. محمد عارف منصوری روی صفحه فیسبوکش می نگارد: با یک تحلیل ساده و سطحی نگرانه می توان نارامی های فاریاب را چنین تفسیر و توجیه نمود که یکی از قماندانان ازبک تبار طالبان مورد سوء زن قرار گرفته دستگیر شده و هواداران وی علیه هم اماراتی های پشتونشان بغاوت کردند. یکی از سرگروپ های قماندان مذکور کنترل مرکز میمنه را به دست گرفته و تهدید نموده است که باید قماندان مذکور به زودی آزاد شود. استخبارات طالبان مختوم عالم را از شهر میمنه بازداشت و به مزار شریف منتقل کرده است و حالا به کابل. گفته می شود مختوم عالم با 3 اتهام ربودن عبدالرؤوف، عضویت داعش و انتقال نظام الدین قیصاری با واسطه نظامی طالبان از مزار شریف تا مرز ایران بازداشت شده، اما پذیرفتنی نیست. طالبان یکی از قماندانان فعالشان را که سالها به نفعشان جنگیده و صدها جوان را چه از صفوف طالبان و چه هم دولت قبلی برای پیروزی آن گروه به کشتن داده، با چنین اتهامات ضعیف دستگیر نماید. اما اگر نگاه به پشت پرده فیل و انفعالات فاریاب بیندازیم، قضایا را پیچیده تر از آنچه در ظاهر جلوه می کند خواهیم دید. با آغاز مذاکرات و توافق آمریکا با طالبان در دوحک دورنمای سیاسی افغانستان تا حدودی روشن شده بود که حاکی از خروج آمریکا و به قدرت رسیدن احتمالی طالبان بود، کشورهای زیردخل در این امور روی کردشان را نسبت به طالبان تغییر دادند و در فکر تعامل با آن گروه شدند. طالبان نیز با استفاده از چنین فرصت گاه سر و کله ایشان را پکینگ و زمانی از مسکو و بعضا از تهران پیدا می شد. طالبان نیز با استفاده از چنین فرصت گاه سر و کله ایشان از پکینگ و از زمانی از مسکو و بعضا از تهران پیدا می شد. اسلام آباد که خانه خالشان بود. اما دو کشور سعودی و ترکیه در حاشیه قرار داشتند. حتی 1 سال قبل، زمانی که ترکیه خواست میزبان نشست بزرگ به اشتراک نمایندگان جمهوریت و امارات طالبان تحت کشورهای زی نفوذ در انقره باشد، طالبان با بهانه ماه رمضان و دلایل دیگر از سفر به آن کشور باورزیدند. بعد از ورود طالبان به پایتخت، بحث مدیریت میدان هوایی کابل مطرح شد و نام قطر و ترکیه در سطح جدول بود، اما طالبان به حضور ترک‌ها روی خوش نشان ندادند. برعکس، بارها کارشناسان قطری به کابل سفر نمودند و عملا به کارشان شروع کردند.
چنانچه معلوم می شود ترک ها از انکشاف این گونه اوضاع در افغانستان ناراضی اند و دلایلش را می توان در مبهم بودن نگاه طالبان نسبت به آن کشور، نامشخص بودن جایگاه ازبک در ساختار قدرت و نگاه بدبینانه اماراتی ها به جنرال دوستم که متحد سیاسی و نژادی ترک ها محسوب می شود جستجو نمود. اخیراً ترکیه از یک مرحله سکوت و انتظار دارد برای نقش آفرینی و برجسته جلوه دادن نقش خود در صحنه افغانستان آماده می شود. حضور جمع کثیری از مهره های درشت حکومت قبلی در ترکیه و تحرکات سیاسی آنها، نقل مکان استاد سیاف از دهلی به استانبول و ایجاد دفتری در آنجا، رفت آمدهای رهبران سیاسی نظیر محقق عطا و صلاح‌الدین و دیدوادیت ها و رایزنی های آنها پیرامون اوضاع کشور، همه و همه دال بر تغییر روی کرده ملایم انقره نسبت به طالبان است و حالا موج اعتراضات در فاریاب که نوید اولین جرقه های قیام علیه امارت طالبان محسوب می شود. دوستان به عنوان رهبر صناعتی و انحصاری جغرافیای ازبک نشین افغانستان در سالهای اخیر نفوذ عمیق و گسترده در آنجا به خود اختصاص داده، این سیطره قبلاً که روزها دست برتر را در قضایای افغانستان داشتند با حمایت‌های همه جانبه ازبکستان و در زمان حضور آمریکا در کشور ما بل وسیله ترکیه به عنوان عضو ناتو تامین شده. چنانچه دیده شده دوستان همواره با تیف‌های مختلف گروه‌های مسلح ازبک، هم از متحدین جمهوریت، جمعیت طالب و غیره در تماس بوده. زمانی که در محدودیت به سر برده برای حفظ سلطه بالقوه‌اش در جغرافیای ازبک نشین، برخی از قماندانان ازبک را به صفوف رقبایش فرستاده و مادامی که خودش مطرح بوده دوباره آنها را به دور خیش جمع نموده، که همکاری زیگزاکی برخی از قماندانان ازبک تبار جمعیت اسلامی با وی، رفت آمد قیصری بین دولت و جنبش و عده دیگر مصداق این مدعا است. از همین روز که توانسته تمام توطئه ها علیه خودش را به سادگی خنثا نماید و از هر حادثه سر به سلامت ببرد. در سالهای اخیر با قوت گرفتن طالبان در شمال، برخی از قماندانان حوزه ترکستان به مشوره و هدایت دوستم به صفوف طالبان پیوستند و در رکاب آنها جنگیدند. از آن سو هرچند طالبان به هیچ نیروی غیر پشتون اعتماد ندارند، اما با کسب تجربه از گذشته این بار کوشیدند از حضور طالبان تاجک، ازبک و هزاره در ساحات اقوام متذکره بهره برداری نمایند تا حساسیت ها و مقامات های محلی علیهشان تحریک شود. اما حالا که خود را در پیروزی مطلق میبینند و میخواهند در همه جا خودشان حضور و تسلط داشته باشند، تدریجاً به فکر تصفیه و تضعیف طالبان غیر پشتونند. احتمالاً استخبارات طالبان به اطلاعات دست یافته است که گواه روابط پنهانی قماندان مخدوم عالم با جنرال دوستم است. بناهن قبل از آن که دوستم در منطقه فعال شود، دست به کار شده او را دستگیر نمودند. حالا توپ در میدان طالبان است که آیا با ترفند قماندان مذکور آره ها و قائله فاریاب را خاموش خواهند ساخت، یا اینکه با لجاجت و سرکوب متوسل می شوند و دامنه نارضایتی ها به ولایات دیگر توسعه می یابد و سرانجام در تداوم بحران پای دوستم فرصت طلب به منطقه کشانده خواهد شد. البته این بار یار محمد دوستم است که در سایه نفوذ، اعتبار و تجربه پدرش به صحنه خواهد آمد. اگر متوجه باشیم در این اواخر در صفحات فیسبوک و تویتر اعضای خانواده و افراد نزدیک به جنرال دوستم به دفعات خود خواندند که سخن از بازگشت را مطرح کردند. مضافاً زمزمه های نیز است که اگر طالبان به خواست های جامعه جهانی و قدرت های بزرگ مبنی بر ایجاد حکومت فراگی تن ندهند و بر حاکمیت انحصاریشان با فشارند، بعید نیست با آغاز بهار اسطح های مقاومت نظامی در شمال با محوریت احمد مسعود، عطا محمد نور، محمد محقق و جنرال دوستم از امینالا نطفه گذاری شود تا با فشار وارد نمودن از آن طریق طالبان را وادار به انعطاف نمایند که با
فشارهای سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی تا حال کارساز نبوده است. کشورهای ناراض از وضعیت افغانستان نظیر روسیه، ترکیه و متحدانشان در تماس‌ها و نشست‌هایشان با گروه‌های داخلی مخالف طالبان از آزادسازی نو ولایت شمال در بهار پیش رو سخن زدند. اگر طالبان موفق نشوند قایله فاریاب را با تدبیر حل و فصل نمایند، دامنه این اعتراضات گسترده شده به ولایات دیگر سرایت خواهد کرد که یا مستلزم عقب نشینی بیشتر طالبان و یا موجب سرکوب خشن معترضان خواهد بود که در هر صورت طالبان ضرر خواهند نمود. بعید هم نیست حلقات متعصب و کینه‌توز طالب تلاش کنند با ایجاد بحران‌های کاذب انتقام حوادث سالهای قبل شمال و ویژه دشت لیلی را از مردم محل بگیرند. گفته می شود اجالتاً رهبری طالبان مخدوم عالم را به تضمین مولوی حنفی در حصر خانگی او قرار دادند تا هم او را رها نکرده باشند و هم مردم معترض را فریب داده باشند تا ببینند در آینده چه می شود. دور از انتظار هم نیست که روز ترکیه مشابه ایران میزبان نشست میان ملا متقی و جنرال دوستم روی قضیه فاریاب و سهم ازبکان در حکومت باشد. انکشاف اوضاع در آینده صحت و سقم این پیشبینی ها را تثبیت و مشخص خواهد نمود. تشکر از توجهتان، تا درود دیگر، بدرود.